سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای سام کلانتری کارگردان و مستندساز، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. ارادتمندم، مرسی که دعوتم کردید و خوشحالم که کنار شما هستم. ما هم خیلی خیلی خوشحالیم. قربونتون برم. آقای کلانتری، پارسال یکی از مستندهای شما، آخرین مستندی که ساختید، بسیار دیده شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت، بسیار مورد تحسین واقع شد. درباره این مستند لطفاً صحبت کنید. بله درست میگه. آخرین کار من اسمش هست جایی برای فرشته ها نیست، که سیمرغ امسال رو برد و پرجایزه ترین فیلم تو جشنواره سینما حقیقت شد. این فیلم درباره دخترای تیم ملی اسکیت هاکی ایران، سختی هایی که بهشون رفته، اتفاقات مختلفی که داشتن سر راهشون به مسابقات آسیایی. یه فیلم ورزشی اجتماعیه که به این اتفاقات یه جورایی نزدیک این دخترا، نزدیک این تیم میشه، روانکاوی به این تیم اضافه میشه و اتفاقاتی که حالا به قول فرنگی ها میگن اسپویل نشه، چون قصد اکرانش رو داریم، اکران عمومی با اجازت. آره، خیلی اتفاق خوبیه. خیلی که مستندهایی که در واقع مورد اقبال و استقبال قرار گرفته، مردم خوششون اومده، دوست دارن ببینن، بیاد تو سینما و اکران عمومی بشه. این خیلی اتفاقه. میدونی چیه سروش؟ من یه اعتقادی دارم، تو خود کارگردانی فیلم سازی، من اعتقاد دارم این اتفاق در این دهه گذشته با یه شیب خیلی تندی این طرز تفکر داره در دنیای، در صنعت سینما بهتر بگم، اتفاق میفته که ما فیلم داریم. واژه ها داره به نظر من برداشته میشه از روی فیلم داستانی مستند. فیلمی که بشه اکران کرد و مردم بیان ببینن و لذت ببرن و قابل فروش باشه، فرقی نداره دیگه چه اسمی روش بذاری، میتونه داستانی باشه، میتونه مستند باشه. الان چند ساله توی فستیوال‌های مختلف دنیا این اتفاق داره میفته. اصلا داره رشته ها خیلی به هم نزدیک میشه، اون مرزبندی‌های جزمی سابق، سفت و سخت، یه ذره برداشته شده. من چند تا مثالی که همین جوری اومد به ذهنم الان خدمتت بگم. مثلا نوبل ادبیات چند سال پیش به خانم سوتلان آلکسوویچ رسید که داستان نویس نیست، ناداستان می نویسه، روایت های مستند می نویسه. اتفاقا چند تا از کتاباشون هم به فارسی ترجمه شده و خیلی 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 مورد استقبال عمومی قرار گرفته. یا مثلا وقتی که باب دیلن ترانه ساز و خواننده نوبل ادبیات میگیره، یا وقتی که مثلا مایکل مور فیلمش میاد تو کن و نخل طلا رو میگه، همون سالی که تارانتینو در واقع رئیس داوران. دقیقاً. یا مثالی که مثلا میتونم دیگه برات بزنم تو این اتفاق، فیلم آتش در دریا، کار آقای روزی، یک مستندی درباره مهاجرا که فکر میکنم مال 4 سال پیش یا 5 سال پیش، حالا خیلی رو اون سالش وای نسیم، میاد و در برلین خرس میگیره، خرس طلای برلین رو میگیره. یک کتابی من تازگی خوندم که اینقدر خوشم اومده که حالا فکر کنم دیگه در واقع بیننده ها رو بکشمشون از بس درباره این کتاب به مرور هی صحبت خواهم کرد. این کتاب نویسندش یه آقاییه که نوبل اقتصاد سال 2002 یا 2012 رو گرفته، کاهنمن، نوبل اقتصاد گرفته. خب، ولی رشته خودش روانشناسی بوده، روانشناس حاصل تحقیقاتش نوبل اقتصاد رو گرفته. یعنی رشته ها دیگه واقعا رفتن تو دل هم دیگه. یا نمیدونم اون کتاب چیزو تو خوندی یا نخوندی، کتاب اسمش، اونو که من گفتم اسمش هست فکر کردن بی درنگ با درنگ، من نخوندمش. یا این مال ماکسول مالتز، سایکو سایبرنتیک، روانشناسی تصویر ذهن، که ماکسول مالتز خودش جراح زیباییه ولی کتابی که نوشته درباره روانکاوی و روانشناسی. حالا درسته اینا دوتاش میتونه نزدیک باشه، ولی یه تجربه اتفاقا به نظر من، بذاریم اسمشو میان رشته ای نسبت آره به رسیدن. الان رشته های میان رشته ای دارن خیلی فراگیرتر میشن، عمومیتر میشن. و همون که گفتی، پس یه مستند میتونه آدم بره بشینه و این یک فیلمی که قبلا داستانی بود، الان این مستند رو بشینه و هیچی کم نداره، تعلیق داره، گره‌گشایی داره، کشش داره. اسمشو بذاریم فیلمه دیگه. فیلمه. تو میری میشینی میبینی،
حالا میتونی بعداً بگی مستند هست یا نیست. اصلا من این مرزها رو احساس میکنم نباید خیلی روش وایسیم. این اتفاقیه که به نظر من داره میفته. ایده این فیلم از کجا اومد و مراحلی که آدم میره به سمت اینکه بتونه یک مستند بسازه چه جوریه؟ آیا اونم با فیلم‌های دیگه فرق نداره؟ یعنی اونم باز یک فیلمنامه‌ای داره، آدم فیلمنامه رو می‌نویسه و بعد میره می‌سازه، یا تحقیقی داره کتاب خوندنی داره؟ اگر برگردیم من از تجربه خودم برات بگم، من اصولاً آدم تجربه گرایی تو فیلم هم هستم، نه که فیلم تجربه بسازم، منظورم اینه که خیلی تجربه های مختلفی میکنم. مثلا فیلمی ساختم به نام مانکن های قلعه حسن خان، داستان روایت 5 تا مانکن پلاستیکی هستن، ساخته شدنشون و عاقبتشون تو دل شهر که برپایه، خب از کجا به اینجا رسیدیم، صحبت درباره جبر و اختیار. خیلی این داستان همیشه ذهن من رو مشغول میکرد که آقا جبر و اختیار چی میتونه باشه، چجوری ما میتونیم یک حمله و یورشی ببریم، شیرجه بزنیم داخل این مفهوم با یه اتفاق ساده. رسیدیم به اون فیلم. در مورد جایی برای فرشته ها نیست، این اتفاق متفاوته، شکل دیگری داره که با این دخترها آشنا شدم و احساس کردم که چجوری میتونیم توی این فیلم توانمندی زن ایرانی رو نشون بدیم، قوی بودن دخترای مملکتمون رو نشون بدیم. اگر برگردم به سوالی که تو کردی که اصولا چگونه میشه در مستند، آیا فیلمنامه داره مستند، آیا از پژوهشی میرسیم به تصویری، اینها همه بله داره و نه داره. میشه توضیح بدی هم بله و هم نه؟ حتما. ببین، یکی از فیلم هایی که من مثلا پیشنهاد میکنم شاید بیننده ها برن ببینن، یاد و یادگاره. مستند یاد و یادگار، کار مصطفی رزاق کریمی و فرهاد ورهرام، درباره ایرانه. فیلمی بی کلام 90 دقیقه‌ای فقط با موسیقی که خیلی ها با باراکای ایرانی آخه دوتا استاد مسلم مستندسازی ایران هم این فیلم رو ساختن. آره، این یکی از پیشنهاد منه درباره سرزمین ایران که حالا باید برم ببینن. بحثم اینه، آیا می شود از بدون هیچ پژوهشی و رفت و درباره ایران از عهد از قبل از تاریخ شروع کنیم، این روایتی که تو این فیلم هست، و به امروز برسیم و 100 دقیقه تصویر رو به هم بچسبونیم و کلیپ نشه و فیلم بشه و روایت داشته باشه؟ بله میشه. کی میشه؟ موقعی میشه که پژوهشی تو داشته باشی در حد 5 جلد. حالا بحثی که داشتیم با بچه ها میکردیم قبل از اینکه بیایم بشینیم این بود که آیا کتاب ها معمولا از روشون مستند ساخته میشه یا مستند هایی هستن که از رو کتاب ها ساخته شن؟ من داشتم با هم، یعنی با بچه ها گپ میزدیم، گفتم مثلا یک تعامل دو طرفه است. یعنی اکثر مستند هایی که ساخته میشه بر اساس پژوهش هایی ساخته میشه. عرضم به حضورت همین یاد و یادگاره که بعدش میشه 5 جلد کتاب و پژوهشش چاپ میشه و در اختیار عموم قرار میگیره و اون 5 جلد پژوهش ربطی به از کارکردش مستقل از فیلم یاد و یادگاره. خب پس اینکه آیا تحقیق و فیلمنامه داره، بله. قسمت نهش چیه؟ این بحث پژوهش بود. پس در مستند تو پژوهشی میکنی، بر اساس اون پژوهش میتونی طراحی فیلمنامه بکنی. اما بعضی وقتها در مستندهایی هست، مثل همین جایی برای فرشته ها نیست، که تو تحقیقی داری، میدونی درباره چه فیلم، درباره چه کسی، چه تیمی یا چه افرادی میخوای فیلم بسازی، ایده مرکزی کارت رو داری، ایده مرکزی اتفاقت هم داری. این چیزیه که تو فیلمنامه نویسی شماها همتون دارید دیگه. تا کسی میخواد حرف بزنه میگه آقا قصه رو برای من تعریف نکن، یه خط بگو ایده مرکزی چیه. مستندها هم اینو داره. اما تو وقتی در شرایطی قرار میگیری که مثلا نمیدونی انتهای فیلم چیه، اگر دخترای فیلم جایی برای فرشته ها نیست، حالا فیلمو اسپویل نکنیم، میباختن چی میشد،
میبردن ته فیلم به کجا میکشید. در نتیجه تو همیشه چنگت به اون ایده مرکزی است، آویزون اون ایده مرکزی هستی که ببینی باید این وسط چه کار بکنی که از اصل ماجرا دور نشی. اونجا جایی که تو فیلمنامه نداری، اونجا جایی که پژوهشت دیگه شاید به کارت نیاد و در لحظه باید تصمیم بگیری بین آ و پلن بی چه کار بکنی. برای همینه که اون وقت تفاوت فیلم مستند و سینمایی یکیش اینه دیگه. تو در فیلم سینمایی مطمئنی انتهای فیلمت چی هست؟ توی مستند من دوتا سوال به عنوان کسی که وقتی مستند میبینه میگم اینا چه جوریه، چقدر دخل و تصرف وجود داره؟ یعنی چقدر شما مستندتون رو دراماتیکش میکنید؟ تغییر اصلا آیا ما اجازه چنین کاری رو در مستند داریم؟ ببینید. که خودمون در واقع چیزهایی رو تغییر بدیم توش، به حالا اگر کاراکتر مثلا مستند پورتره بگیم این کارو بکنین و اینو بگین بهتره، اینجوری بگین. ببین این بحثی که الان سوالی که تو کردی در سینمای مستند دنیا الان تقریبا دارن از روش رد میشن. اما در مستند ایران و بین دوستان ما و اساتید قدیمی و بچه های جوون فعلی این هنوز محل مناقشه هست. چجوری دنیا داره به کجا میره؟ ببین همون بحث اولمون که دارم میگم آقا ما با فیلم مواجهیم، چیکار داریم چیکار کرده؟ داری فیلم میبینی؟ حالا نه اینو نگردار، اینی که تو بخوای کلا برداری بکنی، کلا بذاری سر مخاطب یه بحث دیگه است. بری یکی رو نشون بدی که مثلا کارگر کارخونه مثلا مسه، ولی یارو کارگر کارخونه مس نباشه. آره این که اصلا اینا نه، اینا دیگه نه. میشه کلا برداری. مثلا منظورم اینه. اما هدایت کردن سوژه، من میخوام ببینم هدایت مستقیم باید صورت بگیره یا هدایت نامحسوس و غیر مستقیم. مثلا من یه مثالی بزنی بهتره، چون میدونی مثلا من دارم مستقیم میبینم، میبینم یه دوربینی هست رو صورت، بعد دوربینه میاد رو دست، همون موقع دست شروع میکنه اینجوری کردن، دست شروع میکنه اینجوری کردن، بعد وام میسه دور. من میگم این دوربینه از کجا میدونست که الان این دست قراره اینجوری کنه که اومد پایین دست شروع کرد به تکون خوردن تو این لحظه حساس؟ اگر از قبل با هم مثلا دارم الان بحثمون داره یه ذره چیز میشه، کات میزنه یا میره روش؟ میره روش. این فکر کنم تخیل توه ها، اصلا همچین چیزی دیدی تا بوده یا تو فیلم خودت این کارو کردی؟ نه من که مستند نستم. نه اینو میگم یه اتفاق افتاده رو توی مستند دیدی؟ سخت. آره دیدم. اصلا اینجوری داشته حرف میزده. خب حالا بگیریم که کات بزنه چی؟ نه ببین حالا اصلا این بحث میره منحرف میشه، ولی اینی که اینجا یه دوربین داره تو رو میگیره احتمالاً دیده تو رنگ گرفتی با اومده پایین. بعد اومده پایین. نمیدونم، یا اینکه این به نظرم یه بحث فرامتنی ها. خیلی کار سختیه مستند ساختن. مستند به نظر من سختیش و جذابیتش در چیه؟ من در این میبینم که من تفاوتی بین مستند و فیلم داستانی، من سام کلانتری، در ریشه قائل نیستم. و به نظر من اگر مستندی روایت بر اساس روایت کلاسیک، حالا این نظر منه ها، بر پایه پرده بندی سینمای داستانی نداشته باشه، اون مستند مستند نیست. این حرفیه که شاید اصلا باعث دعوا بشه، ولی نظر شخصیمو که میتونم بگم. بله. خیلی از کارگردان‌های نظر شخصی اصلا نظر کارشناسیه. نه خیلی از کارگردان‌های مستند دنیا هم بر وجود و حضور درام در سینمای مستند و دلیلش در این زمینه با هم همفکر و هم عقیده هستن. من بر اساس اینه، یعنی اگر احساس کنم که این پرده بندی وجود نداره به نظرم یه جای کار میلنگه. سید فیلد هم اینو میگه حتی فیلم های غیر داستانی هم الگوی نمیدونم نقطه عطف اول، نقطه عطف دوم، اگه خوب دقت کنید حتی فیلم هایی که میگن ما ساختارمون ضد داستانه باز دارن، چون اگه نداشته باشن بیننده تعقیب نمی‌کنه. اصلا من بحثم سیتفیلدیه، همینه، یعنی بر اساس همون دارم میگم، بر اساس نظر سیتفیلد دارم میگم که نظر من هم اینه. جای برای فرشته ها نیستم از این مستثنا نیست. اما چه اتفاقی به نظر من تو مستند میفته که تو رو از داستانی میتونه یه ذره کارت رو متفاوت تر بکنه؟ اینه که تو هر لحظه باید خودت رو با ایده مرکزیت هر ثانیه در هنگام فیلم برداری کالیبره کنی.
آها. هر ثانیه باید خودت رو کالیبره کنی. یعنی چی؟ یعنی این الان من دارم یه فیلم میسازم درباره زندگی سروش صحت. من و سروش صحت داریم حرف میزنیم، گپ میزنیم. اگه همین الان بیرون صحنه یه دایناسور از آسمون بیفته، دوربین من که نباید برگرده بره بیرون دایناسور رو بگیره، چون مستنده. اون یه فیلم دیگه است درباره سقوط یک دایناسور از هوا. هزاران اتفاق امکان داره بیفته که در حرفهای تو جذاب باشه، حالا از اون بگذریم، در حرفهای تو جذاب باشه، اما درباره اون پارت زندگیت که ما میخواییم فیلم بسازیم نباشه. خب اونا باید ریخته بشه دور و من باید تو رو هی هدایتت کنم به سمت اون قسمتی از زندگیت که دوست دارم فیلم بشه. اگر فیلمی که ما درباره دخترها داریم میسازیم، درباره مثلا یک تیم هاکی داریم میسازیم، درباره توانمندی ها و پیروزی ها و شکست ها و غم ها و قصه های دخترهاست توی یک فیلمی، نمیتونیم بریم سراغ مثلا اینی که چه میدونم یه دختری از این تیم از موضوعمون نباید پرتشیم، از ایده مرکزی. حالا از ایده مرکزی، چون ایده مرکزیمون که تو دیگه خودت دوست داری، ولی گاهی وقتا ممکنه که یه چیزایی هم بهمون بده که دوباره در خدمت ایده مرکزی باشه. خب وقت میشه کالیبره میشه کالیبره. یعنی تو باید اون رو به این جریان بخورونی. خیلی خیلی چیز یاد گرفتم. ما یه استراحتی بکنیم و برگردیم بخش دوم. مثالی که زدی هم خیلی ازت ممنونم، فهمیدم که ما واقعا دوستیمون چقدر عمیقه و چقدر غنیمت. خیلی هم ناراحتم کرد اون مثال دایناسوری که میفته در وسط فیلمی که درباره منه، چون گفتی اگه دایناسورم بیفته من باید دوربینمو برای تو نگه دارم. گفتم باید نگه دارم. اولا خیلی ممنونم که تو این عصر بی دایناسوری ارتفاق به این غریبی دایناسور بیفته، تو باز دوربینتو بر من نگه میداری. ولی یه لحظه داشتم فکر میکردم که غیر از سام هیچ کس دیگه ای تو دنیا دوربینو بر من نگر نمیداره، میره رو دایناسوره و دیگه بر نمیگرده به هیچ شاش. فکر کن دایناسور از آسمون بیفته، فکر کنم خودت هم بری دایناسور رو نمیرم. نه آره نه نمیرم، یا یکی با تو نگر میداره. یه حرف جالبی رو یه دوستی میزد، یه دوست نویسنده ای، مهران کاشانی. بله، فیلمنامه نویس بسیار آره. قدر و قدرتمند، امیدوارم که مهمون برنامه ما بشه. مهران یکی از دوستای خوب منه. یه بحثی کرد، من جمله هر کسی رو که میدزدم یا ازش وام میگیرم باید بگم، وگرنه آروم نمیگیرم مال خودم بکنم بگم من اینو گفتم یا یه جایی خوندم. مهران درباره یک چیزی یک بار به من یاد داد به نام، اونم از جایی خونده بود، خوبهای آشتی ناپذیر. واژه خوبهای آشتی ناپذیر که همون سقوط دایناسوره رو که بهت گفتم، خوبه ولی آشتی با فیلمنامه تو نمی کنه، قهره، اون یه چیز دیگه است. به این اتفاقات جذاب بی نظیری که میفته و در خدمت فیلمنامه تو نیست میشه از واژه. و این چقدر تو تدوین مهمه که آدم وقتی تو فیلمی که میسازه یه جایش خوبه آره، ولی در خدمت ایده مرکزیش نیست. تو داستان نویسی هم همینجوره. یه سوال از تو بکنم، بتونی بذاره کنار. آره، ولی مثلا توی فیلم تو یا فیلمنامه‌ای که می‌نویسی یا سینمایی که ساختی، تو تقریبا تکلیفت روشنه موقعی که میری سمت ادیت و سر میز مونتاژ با مونتورت میشینی، ولی یه چیزایی که خوبه و حذف میکنی به نظر من الان اونا خوبهای آشتی ناپذیر نیستا. آها نیست. نه، چون اینا رو به نظر من قبلش تو یه چیزی گرفتی خوبه ولی حالا باید بذاری کنار. من فکر کنم خوبهای آشتی ناپذیر رو کاغذه برای داستانی. نه، توی فیلمم هست، چون تو وقتی که داشتی مینوشتی فکر میکردی که درسته، بعد که به تصویر کشیده شده، حالا یا به خاطر ضعف تو یا به خاطر شرایط، به هر حال اون چیزی که، یا بعد که داری در مجموع یه بار دیگه تصویر رو یا تایمینگ هستن یا هر چیزی، وقتی داری تصویر رو نگاه میکنی میگی الان دیگه اینجاش اینجا نیست. من چون درباره فیلم پرسیدی، ما یه صحنه توی همین فیلم گرفته بودیم که خیلی 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 هم من هم همه عوامل دوستش داشتیم، خیلی زیاد، خیلی هم براش وقت گذاشتیم، خیلی، یعنی وقت زیاد، علاقه زیاد، و تا آخرین لحظه هم دوستش داشتیم، هنوزم هممون دوستش داریم. ولی تو کلیت فیلم یه دفعه احساس کردیم این الان دیگه وصله ناجوره. وقتی میگرفتیم این حس رو نداشتیم، الانم به صورت مستقل دوستش داریم. 7 دقیقه کامل گذاشتی بیرون. آره، دوست آشتی ناپذیری بود با فیلم. میفهم.
خیلی متشکرم. یه استراحت کوتاهی بکنیم و بعد برگردیم به صحبت‌های بسیار جذاب شما. قربونت برم. خیلی ممنون. سلام. اگه به فیلم‌های سینمایی علاقه‌مند هستید، اولین پیشنهاد بسته امشب کتاب باز فیلم شکارچی گوزنه. گلوله و آتش، عشق و احساس و هم‌آوازی سروده‌های تکان دهنده. این صدای شکارچی گوزن است. فیلمی به کارگردانی مایکل چیمینو در سال 1978. داستان جوانانی آمریکایی که پس از حضور در جنگ ویتنام زندگی سرخوشانه و ساده‌شان برای همیشه تغییر می‌کند. چیمینو در سه بخش احوال شخصیت‌ها در دوران قبل از اعزام به ارتش، دوران حضور در ویتنام و بحران‌هایی که پس از بازگشت به خانه با آنها همراه است را استادانه روایت می‌کند تا شکارچی گوزن یکی از متفاوت‌ترین آثاری باشد که به جنگ ویتنام پرداخته. فیلمی که نشان می‌دهد عمر بحران‌های پس از جنگ چه اندازه طولانی و تمام نشدنی است. اجرای حماسه قنبار شکارچی گوزن را رابرت دنیرو، مریل استریپ، کریستوفر واکن و جان کزیل در آخرین نقش‌آفرینی‌اش بر عهده دارند و در یکی از سخت‌ترین آثارشان به زیبایی هرچه تمام‌تر صحنه‌های نفسگیر جنگ را کنار خاطرات گلوله خورده یک نسل به تصویر می‌کشند. شکارچی گوزن اما صرفاً یک فیلم سیاسی باقی نمی‌ماند و با نگاهی عمیق پدیده هولناک جنگ را کالبد شکافی می‌کند. به همین دلیل حتی امروز وقتی برای چندمین بار آن را به تماشا می نشینیم، با پایان فیلم جریانی تازه درونمان آغاز می شود و صحنه های ماندگارش هرگز در خاطرمان رنگ نمی بازد. و اما پیشنهاد دوم امشب مستند خرگوش در برلین. دیوار برلین در واقع از دو حصار شکل گرفته بود، یکی در بخش شرقی و دیگری در بخش غربی، و بین دو حصار حائلی به وجود آمده بود که به آن نوار مرگ می گفتند. این حائل که خاک آن کاملا کوبیده شده بود با شن پوشیده شد تا رد پای کسانی که قصد فرار از این حصارها را داشتند به راحتی مشخص شود. فاصله زیاد بین دو حصار این امکان را به نگهبانان مرزی می داد تا در صورت لزوم بتوانند به فراریان شلیک کنند. اما آنجا امن‌ترین منطقه جهان برای خرگوش ها بود. هزاران خرگوش طی سالها در منطقه حائل در آزادی و رفاه کامل زندگی کردند و این داستان یک فرصت عالی به بارتوک کنوپکا، مستندساز لهستانی، برای بیان داستان تاریخ کمونیسم به زبان استعاری داد. تجربه تماشای مستند فانتزی تاریخی استعاری خرگوش در برلین مشابه هیچ کدام از مستندهایی که دیده اید نخواهد بود. پیشنهاد موسیقی امشب دریاچه قو اثر چایکوفسکی. دریاچه قو یکی از مشهورترین آثار چایکوفسکی است که آن را در سال 1876 میلادی نوشت و از آن زمان تا کنون بارها و بارها توسط ارکستر سمفونیک های مختلف جهان اجرا شده است. تا بسته پیشنهادی بعدی، خدا نگهدار. آقای کلانتری، مستندسازا خیلی کتاب خون هستن، یعنی کتاب خون تر هستن. به نظر آدم میاد که همیشه کسایی که مستند میسازن تحقیق باید بکنن، خیلی شرایط سختی رو تحمل میکنن، کتاب زیاد میخونن. درست دارم میگم اینجوریه؟ میتونه باشه، نمیدونم واقعا چی بگم. در مورد خودم میتونم بگم. آره من اصولاً سعی میکنم مستند حرف بزنم و شاید برمیگرده به کارم دیگه، ولی خارج از اون رمان هم کم نمیخونم چون علاقه به داستان و داستانگویی زیاد دارم. آیا داستانی هست، کتابی هست، تو قسمت اولی اشاره کردین که مستند شده باشه؟ ببین، مسلماً هست که ببین خیلی از فیلم‌ها و مستندها برگرفته از یک سری از پژوهش‌هایی ساخته میشن که بعداً اون پژوهش‌ها کتاب میشن. مثالش رو زدیم، مثل یاد و یادگار و خیلی از اتفاقات دیگه. من یکی از کتابایی که آوردم اینجا، صید ماهی بزرگ، درباره دیوید لینچه، نمیدونم خوندی یا نه، چه اتوبیوگرافی ایناست. یه فیلم درباره همین ساخته شده.
و خیلی فیلم های متفاوتی هست که آره از روی پژوهش های مستند خارج میشه. میشه این سوالی که فکر کنم بر من خیلی جذابه و حدس میزنم بر بیننده هامون هم خیلی جذاب باشه، چند تا مستندی که دوست داری پیشنهاد کنی برای عموم مردم که اینا رو ببینید شروع خوبیه برای دیدن مستند، برای لذت بردن از مستند، برای آشنا شدن با مستند و غیر از یاد و یادگار به ما معرفی بکنی؟ لزومنم ایرانی نباشه، مال هر جو. ببین یاد و یادگار که میدونی که از مستندهای مورد علاقه منه، مجموعه کارهای اورود عطارپور کارهای بسیار خوبی داره که به عنوان یک مستندساز معاصر خوبی که هنوز داره فیلمهای قابل قبول میسازه در دهه 50 زندگیش اتفاق خوبیه. اگر در مستندهای فرنگی بخوایم نگاه کنیم، سرزمین عسل همین امسال هم هست، خیلی داغ داغه. سرزمین عسل، بله بله، میتونیم سرزمین عسل رو ببینم. اگر بخوایم خارجی بگیم، من فکر میکنم یا فرنگی بگیم، فیلم راه خروج از مغازه کادو فروشی یا اگزیت اگه اشتباه نکنم تروت گیفت شاپ مال بنکسی، نقاش خیابانی که هیچ کم هویت واقعیش نمیشه. آره. اصلا یک فیلم عجیبیه که من پیشنهاد میدم راه خروج از مغازه کادو فروشی رو ببینن. بسیار. اگه اشتباه نکنم اسکارم گرفته. یا سرزمین عسل که بهت گفتم داغ داغ و مال همین امساله و اون موقع اون مفهوم قصه گویی و داستان سرایی در مستند رو این مفهوم میشه دید توش. من هم یه مستندی که اولین فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اولین مستندی هم هست که تو زندگیم دیدم و خیلی تاثیرگذار بود، تاثیرش هنوز با من هست، خیلی لذت بردم، به سینمای مستند علاقه مند شدم و این قصه گویی هم که دارید میگی به شدت توش بود. اجازه میدی اسمشو بگم؟ بعد در خدمت. اون شب که بارون اومد مال آقای کامران شیردل. ببین اون شب که بارون اومد به نظر من یکی از فیلمهای ویژه سینمای تاریخ سینمای مستند ماست. من سعی کردم خیلی ورود نکنم به فیلمهای تاریخ سینمای مستند، ولی اگر تو ورود کنی به فیلمهای تاریخ سینمای مستند ایران، قطعا یکی از اون فیلم هایی که در صدر وامیسه یا جزء فیلم های ارزنده هست همین فیلمیه که داره. توش فکر داشت، شوخی داشت، خنده داشت، تننازی داشت، لایه بود که آدم میگفت ارجاعاتی داشت که از فیلم آدم به چیزهای دیگه ای باعث میشد فکر بکنه و بیشتر از 50 سال پیش این فیلم و از زمان خودش جلوتره. خیلی بلد. خیلی خیلی فیلم میگم چرا الان حواس کردم دوباره برم ببینمش اون شب که بارون اومد و یه بار با هم ببینیمش. به به به، چه دعوت خوبی، چه دعوت. میشه خواهش کنم بفرمایید که چه کتابایی آوردید و ببین اینو که گفتم و از روش رد شدم حالا کاملتر با آره اسم ناشر و متعدی اگه روی شونه چپتون بگیرین دوربین ما بند. خب اینه دیگه. بله، سید ماهی بزرگ. آره، این درباره دیوید لینچه و اینی که میگه که شرح میده که دیوید لینچ چجوری به داخل ایده ها شیرجه میزنه. از همین واژه هم استفاده کرده که یه کارگردان بزرگی مثل دیوید لینچ چجوری به ایده های نلزومن سینمایی چون نقاشم هست نزدیک میشه، چجوری مراقبه میکنه، چجوری زندگی میکنه، چجوری فکر میکنه و به نظر من چیزی فراتر از یک کتاب اوتوبیوگرافیه. ببین آخرین نفس هایم بونوئل، این رو من این نسخه رو تازه گرفتم، اون نسخه قرمز رنگ قدیمی اینا رو گم کرده بودم چون میدونستم میخوام بیام اینجا، پیدا کردم اینو دوباره گرفتم. خوبی گرفت چون این کتاب آدم بعد تو کتاب خونهش داشته. من به نظرم باز هم این اسمش اوتوبیوگرافی نیست. من به نظرم با خوندن این کتاب و آشنا شدن با بونوئل، با برشی از تاریخ آشنا میشی که آدمهای پخته بزرگی در عرصه هنر زندگی میکردن و به تو یه جوری خودشناسی یاد میده. یعنی این نظر منه که این امروز که این 3-4 کتابو می آوردم دیدم 3 تقریبا یا گزارش یا اتوبیوگرافیه. بعد با خودم فکر کردم که خب
این خیلی جالبه که آدم ها، من خودم خیلی جدیدن، حالا نمیدونم شاید یه ذره سنم رفته بالاتر اینجوری شدم، روی خودم و خودشناسی کار میکنم و داشتم فکر میکردم که خودشناسی و آدم بخواد خودشو بهتر بشناسه این نیستش که حالا مثلا آدم تصور میکنه میره یه کنجی فکر میکنه فلان و اینا، میتونه با شناختن بقیه خودش رو بهتر بشناسه. و من فکر میکنم که اگر کسی بخواد تجربه اینی که یک مقداری حتی از خودش رو هم بشناسه داشته باشه، هنر رو، اون دوره رو، هم تو مکان سفر کنه هم تو زمان سفر کنه، اینه. و کتابیه که لزومی نداره آدم علاقه من به آثار بونوئل باشه اصلا، آدم اصلا میتونه کارهای بونوئل رو دوست نداشته باشه، ولی این کتاب اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه که واقعا اگه اجازه بدیم بگم این قند و نبات آدم اصلا این قند و نبات. من خودم خیلی کارهای بونوئل رو دوست ندارم ولی عاشق این کتابم. بس که زندگی زنده‌ای داشته و بس که افکار زنده‌ای داشته. و مترجم و ناشرم لطفاً بفرمایید. چشم، اجازه بدید باید بیام بالا از کجا بخونم، من خیلی چیز نیستم. آها، علی امینی خب ببینید این کتاب ترجمه آقای علی امینی نجفیه. بله. و نشرش هم کتاب سرای نیک هستش. بسیار ممنونم. پیشنهاده عالی. چه پیشنهاد خوب و ارزنده ای. کتاب بعدی از داستانهای ایرانی جدا نمونیم، اینم یه مجموعه، یک نوبل و اتفاق جذاب گیت دخانی از سید علی میرفتاح که شاید یه روز فیلمش کنم اگه عمر بشه. گزارش 5 تا دیداره. آره. با دیدار با چه کساییه؟ بذار بخون. و جالبه، یک نویسنده ایست که بهش سفارش یک سناریوی ترسناک میدن، تهیه کننده ای سفارش یک سناریوی ترسناک میده و این آدم بلند میشه میره به یه خونه متروک تو جاده 2000 شمال و مجموع اتفاقاتی که برای این آدم میفته. چه قلم شیرینی، چه طنز شیرینی آقای میرفتاح دارن. خوشبختانه مهمان برنامه ما هم بودن و واقعا لذت بخش خوندن آثارشون، خوندن مطالبی که توی نشریات می‌نویسن یا شمسیه لندنیاشو نمیدونم. بله بله، که یه ماجرای پلیسیه. آره. بسیار 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 عالی. سام عزیزم، امیدوارم فیلمتو ببینیم هر چه زودتر، امیدوارم اکران عمومی بشه، امیدوارم بازم لطف کنیم. ما درباره سینمای مستند باید باز بیشتر و بیشتر حرف بزنیم و در سری‌های بعدی باز دعوت ما رو قبول کنی و به کتاب باز بیای. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از ما بپذیری. میتونم برم اونجا یا بعد؟ بله از همینجا نشسته باید بفرمایید. چیز کنم؟ قطعاً بفرمایید. سری خیام دیدی؟ چرا خیام رو انتخاب کردیم؟ یالا الان چراش دوباره بعد 10 دقیقه بگم حرف بزنم یا نزنم یا سری بگم؟ اگه سری بگی دوستش دارم. تمام تمام شد. عالی. اجازه میدید سام عزیز که یه عکسی بگیریم به یادگار. دیگه از این بهتر نمیشه. دوستش میخوای خیام هم باشه؟ آره بذارم ایشونه. بله بله چرا که نه. سه الان خود دیده نمیشی ها. خوبه خوبه، یه ذره خیام ببری اون وقت. آها. سه دو اجازه یک. خیلی ممنونم. ما آرزومون در این برنامه این مردم بیشتر با هم حرف بزنن، بیشتر کتاب بخونن و در این ایام و همیشه مواظب سلامتیشون بیشتر باشن. منم آرزوم همینه. الان خیلی نزدیک نشدیم برای این نسل. نه نه ارادت. اینا هم در ضمن ضد شده. آه. بله. خیلی خیلی ممنونم. قربونتون برم. بازم امیدوارم ببینم. حتما. مرسی. شب 17 باید پیش از آوار خبرهای بیهوده بر سرم به خودم نزدیکتر شوم و پیش از آن فراموشی بزرگ نامم را صدا بزنم. باید بروم خودم را سرگرم انارهای می خوش کنم و عکس کودکیم را که مشغول شادی خیش است کنار آینه بگذارم و از پنجره نزدیک ترین پرنده را نشان دهم
و بپرسم چای میخواهم یا قهوه، و چای بخواهم و شعر بخوانم و شمع‌های معطر روشن کنم. باید پیش از فراموش کردن نام گلها زنبق آبی بگیرم و برای عزیزانم بفرستم. از نزدیک چه زیبا هستم و چه خنده های بلندی دارم. آقای مسعود فراستی سلام. سلام مخلص. ارادتمندم. امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ علل قاعده قرار بود که ادامه دو تا جلسه قبل باشه. دو جلسه همون راجع به مرگ مؤلف بود. از اون بحثاییه که خیلی میتونه بحث روشنفکری باشه و دوستان پس بزنن، ولی سعی کردیم که یه ذره ملموسش کنیم. اگر اجازه بدی یه جمع‌بندی دو سه دقیقه‌ای بکنم، بعد ادامهش رو چون تو راجع به سانتاک خواستی و تشم که نظریه مؤلف چی میگه. عرض شد که سالیان بود، یعنی در واقع از قرن 15 به بعد جبروت و جباریت مؤلف حاکم بود بر دنیای هنر. تئوریک از دهه 50 میلادی این بحث مطرح شد، بحث تئوری مؤلف، و از دهه 60 اواسط اواخر دهه 60 مخالفت با این تئوری به اسم مرگ مؤلف، که دفعه پیش گفتیم که چجوری ماخ فوکو میگه مرگ مؤلف نه قتل مؤلف، قتل مؤلف توسط اثر، یعنی مؤلف در اثرش رفته مرده و به قتل رسیده. یه جایی هم ترجمه شده که شهید شد. به جای مؤلف که در واقع به بیرون رانده میشه چند تا مسئله اصلی میشه، یعنی سوژه مؤلف میره بیرون، سوژه زبان، سوژه تم یا موضوع و سوژه خواننده مطرح میشه. اینا هر سه هر کدومشون جای مؤلف میشن. این تئوری بیشتر اون وقت به خواننده، یعنی از زبان شروع میکنه، میرسه به موضوع و اثر و بعد به خواننده. و بارت معتقده که خواننده مدام تولید میکنه اثر رو. حالا یه جمع‌بندیش به نظر من اینه که تو قدم اول تئوری خوبه، یعنی وقتی میگه که مؤلفی در کار نیست، اثر در کاره. من تو اینجا رو مشکل ندارم. چرا؟ چون منجر به این میشه که مواجهه ما با اثر مستقیم انجام شد، از پس صاحبش نگاه نکن. اصلا فرض کنیم ما صاحب اثر نمیشنسیم، یا اثر کار اولشه، به چی باید نگاه کنیم؟ به خود اثر. خب تا اینجا من میگم بحث مرگ مؤلف بحث خوبیه، این تو این قدم اول. اما اینکه به جای نویسنده، هنرمند، مؤلف، موضوع، زبان و بعد به خصوص خواننده قرار بگیره، اینجا رو بحث دارم. وقتی خواننده رو اصل میکنن این نظریه پردازا، معنیش اینه که تو هر چی میخوای گفته باش، مهم نیست چی گفتی، و مهم هم نیست که مهمتر به نظر من چگونه گفتی، بلکه خواننده مهمه و خواننده میتونه بی نهایت نظر داشته باشه راجع به اثر، و اثر رو دوباره برای خودش ترجمه کنه، اثر رو برای خودش تفسیر کنه، اثر رو برای خودش در واقع یه جوری بسازه که ربطی با اثر اولیه نداشته باشه. از اینجا به نظر من یه بلبشو و یک آنارشیزم حاکم میشه و ما نمیدونیم اگر مولانا، حافظ، شکسپیر حرف اثری گفتن،
آیا هر کسی میتونه هر جوری که دلش میخواد تفسیر کنه، یا اینکه تفسیر این اثر تو خودشه؟ اگر اثر داره به طور معین راجع به مرگ حرف میزنه، ما نمیتونیم راجع به چیز دیگه دریافت کنیم. دریافت اولیه ما دریافت از اثره. یعنی اثر رو دریافت میکنیم مستقل از اینکه رئیسش، مؤلفش چی میخواسته بگه، خود اثر. چون این بحث رو کردیم با هم که به نظر من یه اثر هنری قائم به خودشه، قائم به ذاته، قائم به بیرون نیست، قائم به صاحبش نیست، قائم به من منتقد یا مخاطبم نیست. اثر قائم به خودشه، مثل یه موجود زنده. موجود زنده است، نفس میکشه، روپای خودش میسته، از پس زمانهایی برمیاد. یه اثر تو اینجا مثلا 7 قرن عمر کرده، کلاسیکای خودمون. یه اثر مثل فرنگی ها 5 قرن عمر کرده، شکسپیر از 5 قرن هنوز زنده است، داوینچی از 5 قرن زنده است، باخ زنده است برای مخاطباش. پس این چگونگی گذراندن زمان هم مربوط به خود اثره، نه مربوط به اینکه صاحبش چیکار کرده، چی کیه. اینکه اثر چقدر گنجایش موندن رو داره. آیا برای اینکه گنجایش موندن رو داشته باشه باید در زمان آینده زیست کنه؟ به نظرم نه. آیا باید در زمان گذشته زیست کنه؟ بعضی از تئوریسین ها مثلا جزو مهمترین های امروز ژیل دولوز، اون میگه که مثلا سینما زمانش زمان گذشته است. من فهم کنم اشتباهه. اثر هنری زمانش زمان حال مستمره و مدام ما در زمان حال باش مواجه میشیم و حس هامون برانگیخته میشه، رو حس قبلیمون چیزی اضافه میشه، کم میشه و حس های جدید ممکنه برانگیخته شه. حتما هم همینطوره، چون ما داریم در زمان زندگی میکنیم و سروش ساعت امروز با 10 سال پیش تفاوت داره، مسئول فرسایدی با دیروزش هم تفاوت داره. خب این مواجهه با اثر هنری در زمان حال به نظر من کلیده، اینه که آینده رو میاره. یعنی اگر تو از پس حال خوب بر نیای، آینده در کار نیست. این بحث بسیار بسیار جذاب و خیلی خیلی پیچیده. پیچیده نه به این معنا که خودش پیچیده است که هست، اینکه واقعا مدل‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. من نظرم یا سوالاتمو بگم شما روشن‌ترش کنین. من فکر می‌کنم چاره‌ای جز پذیرفتنه. فکر می‌کنم مرگ مؤلف ما نداریم، چون هر چقدرم بخوایم بگیم که مؤلف نظرش این بوده، خواننده نظر خودش رو برداشت می‌کنه و نمیشه جز این بود. با هر سطحی از دانش، سواد، ژنتیک، تربیت، اخلاق، اصول اعتقادیش ممکنه یک نظری داشته باشه و این اجتناب ناپذیره، مگر اینکه بیایم محکومش بکنیم به اینکه بگیم چون این نویسنده یا نقاش یا آهنگساز مهمه تو این رو بپذیر، که خب این واقعا درست نیست. اتفاقا یکی از آفتهایی که خیلی وقتا بر خود من کار کرده این آفت، یعنی یه جمله‌ای رو باش موافق نبودم یا یک اثری رو دوست نداشتم، اما چون صاحب اثر آدم بزرگی بوده فکر میکردم باید وانمود کنم که دوست دارم. من به عنوان کسی که سعدی رو دوست داره، بیتی از سعدی بوده که به دلم ننشسته، با وجودی که استاد و اساتیده به نظر من، ولی من کم سواده، کم دانشه، کم بنیه، با هر سطحی که هستم این بیت سعدی یا این غزل رو دوست ندارم. میتونم این سلیقه شخصی رو داشته باشم و نباید فکر کنم که چون سعدیه حالا منم باید حتما این رو دوست داشته باشم یا بپذیرم. یعنی کمی به سلیقه شخصیمون سعی کنیم ارتقایش بدیم، سعی کنیم ببریم جلو،
ولی مقهور نشیم، مقهور مؤلف نشیم. الان من از خود شما وام میگیرم، درسته که تو حوزه هنر نیست، تو حوزه یک بحث نظریه، ولی خود این خیلی درس بزرگی داشت. جمله همین الانتون گفتین، ژیل دلوز گفته که سینما متعلق به گذشته است، آدم‌ها در مقابل اسم ژیل دلوز تسلیمند، ولی گفتین ولی من موافق نیستم. پس میشه با ژیل دلوز هم موافق نبود، میشه بهش فکر کرد، میشه دوباره دربارش خوند، میشه، یعنی اینکه اسم دلوز پای یک مطلبیه حجتی بر صحت همیشگی یک نظر نیست. همینجور که یک اثر بسیار 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 عالی هنری رو ممکنه شما بپسندید و من نپسندم. با هر نمیدونم آیا حرفم اشتباهه؟ خیلی جاهاش درسته دیگه، یه جای کوچولی ممکنه بعد برداشته اون عرض میکنم. دلوز که هیچی، من فهم میکنم آدم های گنده تر، ارسطو، افلاطون، نیچه، هگل، مارکس، همه اینا قول های فلسفه، شما باهاش مواجه میشین، ما پشتمونم محکمه، چون یه چیزی تو صحبت بود خیلی اساسی بود، بدون پشت این مواجهه صورت نمیگیره، خود به خود مقهوری. اگر پشتی داشته باشی، یعنی اگه من پشت فلسفه داشته باشم، حالا میگم چیزی که هگل راجع به هنر میگه به نظرم درست نیست. به این دلایل از کانت شروع میکنم، میام عقب‌تر و میگم به نظرم هنر رو ذیل فلسفه معنی میکنه و نیستم من این رو، و توضیح باید بدم. پس اینجا رو که صد رو صد با همیم راجع به همه نظرات و آدم های و اصولا هم باید اگر که نسبت به چیزی ذهنمون اگه کنجکاو نیستیم که اصلا هیچ، ولی اگه هستیم سعی کنیم بیشتر دربارش بدونیم. قطعا قطعا. خب ما داریم الان تو عرصه تفکر حرف میزنیم و به نظرم این 100% حرف درستی، به اضافه یک جمله اضافه، این که ما قبل از اینکه به آدم نگاه کنیم که صاحب حرف، حرف رو گوش میدیم، به حرف اعتماد میکنیم. جمله معروفی یکی از این بزرگا داره، میگه به روایت اعتماد کن نه به راوی. آره ولی در عمل اینجوری نیست. نه در عمل ما خیلی وقت تو نوشته هامون فکت میاریم از یک کسی، آره، به خاطر اینکه آره. صاحب فکت حرف ما رو زده، میگیم اگه حرف من رو هم به شک داری، ولی ببین این آدم هم داره اینو میگه، پس خیالت راحت منم دارم درست میگم. یعنی داریم با استناد به یک نفر دیگه، به یک بزرگ، به حرف خودمون سندی. درست میگی، ولی به نظرم میشود ریفرنس داد به یه آدم مهمه، مثلا فلسفی یا اساسا به خصوص فلسفی یا روانشناسی، اما آدم بتونه پسش بر بیاد. درست. نه اینکه ریفرنس رو بده بگه خب نقطه فروید اینو گفته، نیچه اینو گفته، خب گفته، تو داری چی میگی الان؟ تو میگی این بحث فروید درسته یا سوراخ داره؟ من طرفدار خیلی جدی نظرات شب، اما به نظرم تو بحث هنر سوراخ داره. خب این تو توی باکس تفکر. حالا بیام تو باکس هنر. تو باکس هنر متر من دل خودمه، دل و بعد عقلی که اومده تو دل. دو دفعه پیش پرسیدی بس عقل، عقلی که اومده تو دل و چراغ تو دل روشن کرده، این متر منه. دل من هم اساسا میانجی برداشتش، دریافتش، فرمه. یعنی از طریق فرم دل من سر پا میشه، تحریک میشه، به وجد میاد و غیره. خب حالا این دله تو براش، من نه، تو براش زحمت کشیدی، یعنی سالها ممارست، سالها دود چراغ خوردن به اصطلاح قدمای خودمون، سالها خیلی چیزا رو ول کردی، چسبیدی، ادبیات خوندی، 30 سال ادبیات خوندی. خب فرق داری اصلا بدون اینکه بخوایم کسی رو بزنیم، یه مخاطب معمولی رو، اما این کاری که تو کردی 20 سال 30 سال، بهایدین خرمشاهی خودمون چند سال رو حافظ کار کرده؟ عمر. خب آیا بهادین خرمشاهی اندازه مسعود فراستی
به شدت کم سواد راجع به حافظ صاحب نظر هر دوشون. نه اینجا یه بحث دموکراسی قلابی کاذب که ممکنه برای عده پیش بیاد، اینو باید باز کنیم. بله، برای دموکراسی قلابی کاذب من فکر میکنم که من الان میخوام از شما نه به عنوان کارشناس کتاب باز، به عنوان منتقد یک فیلم حرف بزنم. یه منتقد فیلم بسیار مبرز، با سواد، کارآزموده و با سابقه. یک منتقد فیلم در همین حد، حالا حدداری که آدم نمیتونه بگه که 19-20، تقریبا در همین حد یه فیلمی رو ایشون دوست نداره و شما دوست دارید. من فکر میکنم من مخاطبی که برام سینما جذابه، معمولا میام هر دو رو گوش میکنم و اونی رو میپذیرم که منم توی همون در واقع نوع نگاهم، یعنی در واقع نوع نگاه شما و من اگه به هم نزدیک باشه، حرفای شما میشه تأییدی بر نقطه نظرهای من و برای همین بیشتر خوشم میاد. ولی این به این معنی نیست که قطعا اون اشتباه است. طرفدارای اون نوع نگاه هم به این، پس فایده نقد چیه؟ به نظر من هر جاش اشتباس بگید، اینه که اگر من طرفدار نوع نگاه شما و کلی کیف میکنم، اون میتونه بر من سوالاتی ایجاد بکنه، سوالاتی که یا بهش جواب میدین شما یا ذهن من درگیر اون ایجاد میکنه یا میرم دنبالش و این دنبال رفتنه افقهای جدیدی، مسیرهای جدیدی، اندیشه های جدیدی، نگاه جدیدی را ایجاد میکنه. به کل درسته. اما یک جامکات داری. یعنی ما داشتیم اول بحث خواننده رو که در واقع مخاطب عامه اثره، اینو یه ذره چکش بیشتری بزنیم، بعد بیان رو ته مخاطب یعنی منتقد و نقد. دعوای این رسی من نمیفهم این کبوتر سفید چیه؟ این صلح. بله، صلح و آرامش و دوستی و اینکه ایشالله جهان و همه ماها به یه آرامشی برسیم، اینقدر راحت یه جایی بشینیم، نگران نباشیم، نگران کرونا نباشیم، نگران زلزله نباشیم، نگران جنگ نباشیم، نگران خودمون باشیم. بله، نگران این که امروزمون مثل دیروز باشه. بله. آره، بریم رو سراغ مخاطب. اونجایی که دعوای منه با مرگ مؤلفان اینه که اینقدر مخاطب رو بهش الوژ میدن و قدرت میدن، این اون قدرتی که قبلی ها به مؤلف میدادن، یعنی یک اتوریته، یک جباریت تام و تمام به مخاطب. این غلط، تو به درستی اینو هستی باهاش که این غلطه. مخاطبی که عکسه که اینجاست، هر کدومشو بخوای، همینگوی عزیز رو نمیشناسه، اولین باره که از کتاب باز شنیده فلان کتاب همینگوی بخونم، درست؟ پیرمرد دریا رو میخونه، یه چیزایی دریافت میکنه، پشت ادبیاتی هم نداره، نباید بهش باج داد، باج به مخاطب که آقا همین دریافت اولیه تو که اصلا پشتی هم نداره، اونم نمیشناسی، اثر رو هم نمیدونی چجوری در اومده، حق با توه، حق با اون یکی هم هست، حق با هم هست. این یعنی در واقع حق با هیچ کس نیست. من مخاطب نه منتقد یه وظیفه دارم، تربیت کنم خودمو، همچنان که توی فیلمساز خودتو تربیت میکنی، همچنان که مخاطب جدی ادبیات باید خودش رو تربیت کنی. خیلی نکته مهمه، یعنی خوندن یاد بگیره. و وظیفه ما اینجا اینه که بگیم دوستان عزیز، تو زمین های دیگه هم خیلی از من سرن، از تو رو کاری ندارم، بعضی از زمین ها ممکنه تو هم سر، اما اینجا تو این میدیوم لطف کنید، سیستماتیک بخونید، از این آدم ها شروع کنید که عامترن، آخر سر برسید، دیرتر برسید به مثلا ویرجینیا وولف با اون نوع روایتش، یا به فاکنر. الان نرید، الان من دارم دانشجو دیگه، استاد من 4 تا کتاب جرامه خشم هیاهو هم هست، میگم نه تو رو خدا، مثل اینکه تو سینما من به مخاطبم میگم، به دانشجو میگم که ببین بی خود میکنی داری برگمان میبینی، اون دیرتره، خیلی دیرتره، یعنی یه نظمی در مواجهه با آثار یه ذره خواستر تا
تئاتر عام‌تر. میخوای اهل سینما بشی به نظرم برو بیلی وایلدر ببین، خیلی میسازتت، خیلی آشتیت میده با این مدیوم. خب این تربیت در واقع تربیت حس هنریه برای مخاطب. چیزی که بارت میگه و بعد ادامه میده، حتی دریدا ادامه میده، این که به طرز هولناکی به مخاطب باج میدن که مخاطب اینجا و همه جا داره به وجود میاد، ما متولد میشه. اثر هست در این جهان، در این جهان اثر هست، اثر جدی هنری هم خودشو ثابت میکنه در زمان. حالا من چه کار کنم؟ آیا من برده اثرم؟ نه. از اینجا دیگه بحث توه. بر من حرفاتون بی نظیر بود، عالی بود. من استنباطم اینه که اگر به حوزه ی علاقه مندیم دربارش بیاندیشیم، بخوانیم، صحبت بکنیم، آرا و نظریات مختلف رو گوش کنیم، فکر کنیم، سبک سنگین کنیم و آرام 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 به نقطه نظری برسیم که نقطه نظر شخصیمونه و تازه سر اونم جزمی و قد و دگم نباشه. و اگه میخواییم بنویسیم بعد مشق بنویسیم. یعنی اگر واقعا روزی 500 کلمه ننویسیم نمیتونیم بگیم من دست به قلمم، چه برسه نویسنده. یعنی این پروسه جدی زحمت کشیدن برای مخاطب، برای تولید کننده. و اگه فیلم سازیم باید تکنیکو بلد باشیم. تکنیکو وقتی تو میتونی کنار بزنی که همش بلد باشی. کاملا درست. یه جمله عالی داره رنوار، میگه من تکنیکو به همه میگه باید تکنیکو تا آخر یاد بگیرید، زیر و روشو در بیارید، بعد کنار بزنید. دو تا مثالم بزنم که نیما یوشیج عالی میتونست شعر کلاسیک رو در حد عالی بگه و وجود داره ازش اشعار کلاسیک، و اگر بریم و جستجو بکنیم تو نقاشی‌های پیکاسو که همه میگن دیگه ساختار نقاشی رو به نظر میاد که پیکاسو بود که خیلی حالا شهره شد، باید بریم ببینیم که چه جوری کپی میکرد از رامبراند و در همون حد سایه روشن کار میکرد. دقیقا. و آثاری که داره در مال 16-17 سالگیش. دقیقا. چه جوری کارهای کلاسیک ها رو اول به استادی رسیده و بعد رد شده و رفته. همینجور که تو فیلم نامه نویسی اول از همه باید سیدفیلد رو بشناسیم، ساختار سپرده ای رو بشناسیم، بدونیم چیه. حالا میتونیم بگیم نه من با علمی که نسبت به این دارم میخوام ولی یه جور دیگه کار. یعنی بدون این پشت نمیشه چیزی رد شد. من ساختار شکرم، ببخشید من نمیفهمم. خیلی خیلی ممنون، عالی، خیلی استفاده کردم. خیلی ممنون که برنامه ما رو دیدید و خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر با کلمه های مقدس زندگی کرده بودیم و به روزها و کارها راهشان داده بودیم، الان وقتی از آیه ها عبور می کردیم همه زندگیمان می آمد پیش چشم. الان با هر آیه ای خاطره ای داشتیم.